سلام خدمت بینندگان محترم و همچنین سلام دارم خدمت شما آقای بنی‌سر که در برنامه تاریخ آنگونه که روی میدهد این امکان رو به ما دادید که مجددا با شما صحبت کنم. با سلام به شما شنوندگان و بینندگان گرامی. آقای بنی‌سر، یکی از مسائل بسیار مهمی که در تاریخ معاصر ایران اتفاق افتاده اینه که بعد از انقلاب شما با رأی 76% از طرف مردم ایران منتخب مردم ایران شدید و باز یکی از به اصطلاح تاریخ‌های تلخ ایران خرداد 60 هست، مخصوصاً 30 خرداد 60 که به اصطلاح رژیم ولایت فقیه عنوان میکنه که شما رو عزل کرده و شما از روز اول عنوان کردید که نه، بر علیه شما کودتا شده. در حقیقت نه بر علیه شما بلکه بر علیه آن 76% مردمی که به شما رأی داده بودن. من به اصطلاح برای اینکه این مسئله وضوح پیدا کنه از شما خواهش میکنم که روند و چگونگی این به اصطلاح کودتا رو برای ما توضیح بدید که شنوندگان ما از این مسئله بیشتر آگاه بشن. شما کودتا تنها بر ضد اون 76% انجام نگرفته، کودتا بر ضد انقلاب ایران انجام گرفته و بنابر اینکه تجربه مردم سالاری متوقف شد، کودتا بر ضد ولایت جمهور مردم انجام گرفته و کودتا بنابر اینکه بیان راهنمای انقلاب ایران اسلام به مساوی بیان استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی بود، بر ضد همچنین چون این اسلامی هم کودتا شد. این کودتا هم در 30 خرداد روی نداده. از کودتا، از اون فرمانی که آقای خمینی به عنوان برای نخست وزیری مهندس بازرگان صادر کرد شروع شد، چون در فرانسه ایشون اصل ولایت با جمهور مردم است رو پذیرفت که در انقلاب مشروطه هم سه مرجع وقت در تلگرافشون به محمد علی شاه همین اصل رو پذیرفته بودند و در اون حکم میگوید بنابر ولایت شرعیه و این اقبالی که مردم به من کردن به عنوان رهبر انقلاب، من شما رو به نخست وزیری منصوب میکنم. در واقع از اون زمان این کودتا شروع شده، یعنی بیان استقلال آزادی شروع شد جاش خود بده به بیان قدرت که آخر سر شد دارد مطلقه فقیه. وقتی آقای خمینی و همین آقای خامنه ای پاسخ میداد که شما از قرار ولایت مطلقه فقیه رو قبول ندارید. خب اما در اون چه مربوط میشد به کودتا که در 30 خرداد با اسلحه کشیدن به روی مردم خونین شد، این شروع می شود از زمانی که آقای خمینی اجازه تقلب در انتخابات مجلس شورای ملی رو به حزب جمهوری اسلامی داد. جدیداً فیلم هاشم روی یوتیوب هست و اجازه بده که شما رو بروید و مجلس رو در دست بگیرید. اون هم رفتم و با اینکه ما 10 هیئت معین کرده بودیم برای نظارت و همه اونها گزارش داده بودن این تقلبات انجام گرفته، آقای خمینی و قرار شد که رسیدگی بشه به این تقلبات، یک حکم صادر فرمودن که همین ها که انتخاب شدن خوبه با اینا مجلس شروع کنید. و من اشتباه کردم، در اونجا که این مجلس نمیباید میپذیرفتم پذیرفتم. خب به دنبال این کودتا اون معامله پنهانی انجام گرفت با دسته ریگان بوش که شد اکتوب سورپرایز
و دیگه این به اصطلاح کودتاچی ها از این به بعد رابطه با مردم رو جانشین کردن با رابطه با قدرت خارجی که تعادل با روس و امریکا رژیمی رو و این تعادل با تکیه به ستون‌پایه های قدرت سپاه پاسداران تاکتیک های انقلاب و اون چه از رژیم سابق بود. خب در کارنامه دست امروز به اون کارنامه دسترسی نداره ولی دست امروز به اون کارنامه روزانه دسترسی داره. من مرتب از مراحل کودتای خزنده نوشتم. خیلی خود میخوام باید توضیح بدیم جهت مثلا روشن شدن از آن نسل جوان که شما به عنوان منتخب مردم روزانه در نشریه انقلاب اسلامی یک ستون داشتید که گزارش به مردم میدادید روزها بر رئیس جمهور چگونه میگذرد عنوان این مطلب بود و بعد به صورت کارنامه کتابهای مثلا در 6 جلد چاپ شد و قسمت بعدش هم که سانسور شد قابلیتش این که به صورت کتاب در بیاد نیاد. این تنها مورد در جهان ماست که یک رئیس جمهوری به مردم روزانه گزارش میکنه کارو. خب در این گزارش ها این کودتای خزنده را هم میگفتم. خب قدم بعدی بعد از مجلس و اون سازش پنهانی که رو تحمیل آقای رجایی به عنوان نخست وزیر توسط آقای خمینی به رئیس جمهوری. خب حالا از این به بعد یک فشار مستمر است از سوی آقای خمینی به من برای اینکه من با به قول او با دیگران یعنی رهبران حزب جمهوری اسلامی همکاری کنم. شفاف هم نمی کرد که موضوع همکاری یا در چه همکاری بکنی. یک بار هم کار به میثاق کشید. رفتیم در منزلی حالا چه منزل آقای باهنر بود اینطور یادم هم. اونجا یک میثاقی را هم رهبران حزب جمهوری اسلامی تنظیم کردیم امضا کردیم. 24 ساعت نکشید که نسخ کردم و در این معناش این است که اونها مصمم بودن دولت رو تصرف کنن به هر قیمت. سازش و پنهانیشون رو که کرده بودن. حالا که جنگ واقع شد اول این نگرانی داشتن که خب آقای خمینی نگرانی داشت کنن که ایشون میگه هیچ کس به ایران حمله نمی کنن. و حالا حمله شده بود ارتش هم که این آقای هم متلاشی کرده بودن. اون ماه اول یه مقدار عقب نشینی کردن و ما مجالی پیدا کردیم ارتش تجزیه سازمان کرد و قوای عراق زمینگیر کرد و مسلم شد که در دیگه ایران سقوط نمی کنه. باز از ماه دوم بازی ها شروع شد ولی خب این جنگ و استقامت و اینکه ما موفق شدیم نیمی از زمین ها رو پس بگیریم و اینکه بعد مندر شد که عراق در چهارمین ماه جنگ شکست پذیرفته بوده و دنبال واسطه می چرخیده که جنگ تمام کند و اینکه هیئت عدم تعهد آمد و اشتهاد آورد ما پذیرفتیم. حالا سه نفر رفتن میشه آقای خمینی، آقایان بهشتی، هاشمی رفسنجانی و همین آقای آمونی. اون وقت مردم در شعارهاشون به اینا سه مفتدی میگفتن. رفتن میشه او که محبوبیت بنیسر در حد است که اگر همه روحانیت با او طرف شود او برنده است. اگر این جنگ تمام کند سوار تانکاش می شود میاد تهران دیگه شما هم حریفش نخواهی شد. این باید کلکش فوقی کرد. خب بعد اون بستن یک جای روزنامه ها که هدف اصلی همین انقلاب اسلامی بود. بعد پیغام آقای خمینی به من در کرمانشاه که اگر شما همکاری با اینها رو با دیگران یعنی اینها رو آقایان رو
بپذیرید، یک. و این کارنامه در انقلاب اسلامی هم می‌نویسید، کارنامه نویسید، این هم تعطیل کنید. روشنه دیگه، مردم دیگه تمام شده، به همون مسئولیت و مأموریتی هر چی داشتن تمام شده، وقت حکومت کردن. عرض کنم به شما، اون بعضی از همکاران خود را هم حذف بکنید، احزاب را هم هشت دارم صورت داده بودن، حزب اینها را هم محکوم بکنید، اون وقت رئیس جمهورید، عزیزید، فرمانده کل قوا هستید، حکومت هم هر کسی شما بگید میکنیم نخست وزیر، کشور هم دارش دست شما. در حقیقت شما می شدید رئیس جمهور آقای خمینی و مطیع. حالا دیگه حالت فعلیشون در اون جنایاتی که بعد شد و در مهمتر از همین که باید امضا میکردم اون خیانتی که به ایران شده بود در سازش پنهانی با ریگان بوش، اصل ماجرا اون بود، مردم ایران این اصل ماجرا رو نمیدونن، اصل ماجرا اون بود. چون که در آخرین دیدار هم که دارن 16 خرداد واقع شد، وقتی من بلند شدم خارج بشم از نزدیشون، پسر او آقای احمد خمینی گفت آقا شما یه عیب دارید. گفتم من عیب زیاد دارم، ولی این موقع که شما میگی کدومشه؟ گفت که این ویل نمی کنید آقا، هی میگی اینا سازش کردن، سازش آقا هر چی کردن تمام شد، گروگان هم رفتن امریکا. خب این در روز پدرش گفت، من یک دفعه مثل که اصلا، چون تا اون وقت هرچی هم به من میگفتن در اعتماد من به آقای خمینی تزلزلی و وجود نیامد، نمیگم هیچ نبود، چرا؟ و بعد از خود کارنامه که من شروع کردم در واقع حاضر اینم که این حرفایی که میزنه این آقا دروغ راحت میگه، چه میکنه، چه بهش عهدی وفا نمیکنه و و و، راست یا نه؟ بس یه تزلزلی شده بود، اما نه اینکه یه دفعه فکر کنم که این آدم خودش کارگردان یک سازش پنهانی بوده. یه مثل یه واقعا یه ضربه سختی به من شد، سخت‌تر در حضور این آقا گفت. گفتم من این از من ساخته نیست که خیانت به ایران رو امضا بکنم، سرکوبگری رو امضا کنم، استبداد رو امضا کنم و نه نمی کنم. با آمدم. خب حالا اون کرمانشاه هم که جواب منفی گرفتیشون، جواب خیلی سخت هم دادم، من که منفی عادی ندادم، که شما خود را هم قربانی خواهید کرد، دین و کشور و همه اینا که قربانی خواهید کرد، چی؟ خود را هم قربانی خواهید کرد. کاش می شدید. بعد ساعت 11 شب این رادیو خوند که آقای ابوالحسن بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا برکنار شد. حالا ایشون 10 شب میره میخوابه، 11 شب این حکم رو خوندن. خب این روشن میکنه خود بزرگوارش هم براش آسان نبوده که نقض آشکار قانون اساسی، تا البته تا مورد 75 مورد نقض کرده بود و من مرتب بنابراین این نامه ها نگاه کنید هست که نقض های قانون ایشون میکرده، یا شفاهند یا کرپند. بهشون میگفتم آقا بچه رئیس جمهور ماجی قانون اساسی بود، این مرتب نقض بود. حالا دیگه این نقض آشکار بود. چرا نقض قانون اساسی بود؟ چون بسیاری میگن روز اول آقای خمینی به من فرماندهی کل قوا داده بوده، بعدم پس گرفت. اولا ایشون طبق قانون اساسی حق تفویض اختیار نداشت که به من بکنن. اگر هم میکرد که کرده بود، که هیچ وقت من اون حکم ندیدم، فقط در رادیو خوانده شد، اون که میگه من نصب کرده به فرمانده کل قوا،
من به او میگفتم که شما این اختیار رو نداره که گفتم. گفتم این چون قانون اساسی در وقتی که قرار به قانون اساسی تصویب بشه، این شایع بود که آقای بهشتی میخواد این قانون اساسی ولایت متحده تصویب بشه، چون 16 تا اختیار پیشنهاد میشد که هیچ کدوم نشد تو مجلس خبرگان. یه حرفی هم زیرش تفویض که رهبر میتونه اختیارات رو به دیگری تفویض کنه. با این اصل تصویب نشد. بهشون گفتم این قانون اساسی یک اصل 110 داره در مورد پرونده کدوم، یک اصل 113 داره. در اصل 110 کارهایی که در اختیار رهبر شمرده، میگه اون چه در این اصل نیامده از اختیارات در عهده رئیس جمهوری است. اونایی که در اختیار او بود تمام خودش تصدی کرده بود که نصب رئیس ستاد خودش کرده بود. فرماندهان سنیرو با موافقت خود او منصوب شده بود. فرمانده سپاه پاسداران هم همینطور. دیگه هم اختیاری نداشت. بقیه تصدی اداره نیروهای مسلح با رئیس جمهوری بود. پس ایشون چیزی به من نداده بود که پس بگیره. اون خلاف قانونی کرده بود، یک خلاف قانون مجددی کرد که اختیارات رئیس جمهوری رو به سرای از او ستاند و همین آشکاری. این یک قدم اضافه کنید به اون قدم های پیشین در مورد کودتا. حالا یک کسی هم از من سوال کرده بود، به خیلی به تفصیل توضیح دادم تمام گفتگوهایم که در مجلس خبرگان راجع و این اصل آمده نقل کردم، که در اونجا خیلی به صراحت گفته شده است که مراد این نیست که تصدی کامل فرمانده کل قوا با رهبر باشه، فقط یک اختیاراتی برای رهبر منظور می شود که این نیروهای مسلح به قول اونایی که اون وقت اینو تصویر می کردن و یک جا در اختیار رئیس جمهور قرار نگیره که مثلا بخواد کودتا چیزی بکنه و دیکتاتوری را بنازه. وارو نشد قضیه. اون کودتا کننده اون آقا شد، مثل قضیه حسن سبا شد که گفتن آخر قلعه علموت رو که به اندازه یک پوست گاو که من روش نمازی بخوانم و از اینجا به من بفروش. اونم گفت بسیار خوب. بعد این پوسگاه رو کرد دیگه که تناب که دور این قرای حرمون گفت این شما اینجا رو به من فروختی، طرف هم بیرون کرد. این قضیه این شد. خب حالا به اینجا که اکتفا نکرده که قدم بعدی مسئله به قول آقایان عزل است. خب در مجلس خبرگان عزل رئیس جمهوری پیشنهاد شده در صورت عدم کفایت. عدم کفایت سیاسی. خب عدم کفایت چیه؟ یه وقت این است که مثلا به کشور صدمی وارد کرده باشه، فرض کنه که قوای عراقی آمده گفته بفرمایید دبیر کشورم فشم بسرده زیر پای اونها و یک ارتش متلاشی وطن رو دفاع کرده، کار رو رسونده به این که یک پیشنهاد صلحی که اگر این کودتا نمیشد و اون میشد یک پیروزی مسلم برای ایران بود، غرامت هم به ایران پرداخته میشد، اصلا موقعیت ایران در منطقه و جهان دیگر میشد، یه نسل ایرانی هم قربانی نمیشد، یک هزار میلیارد هم زیاد نمیشد. خب چی بوده عدم کفایت شما؟ اون سوی از جلسات رو دیگه ببینید. یکی عدم کفایت من این بوده که با ولایت فقیه موافق نبودم. من مردم ایران نمیدونستم. مگه من در مجلس خبرگان 9 دلیل در مخالفت نیاورده بودم؟ آورده بودم. خود آقای خمینی هم میدونست. روز اول هم من گفت به 3 دلیل شما نمیشه رئیس جمهور بشید. یکیش این است که مخالف ولایت فقیه هستی. ولی من
قانون اساسی رو مردم در رفراندوم پذیرفته بودن، من هم طبقش عمل میکردم. اون آقایان این ولایت فقیه قانون اساسی رو قبول نداشتن، میخواستن این آقای متبرنان باشه. اگر ناقضی داشت ولایت فقیه، آقای خمینی و همین هایی بودن که این رو کردم دلیل بر ضد من. این یک غیر از این چه دلیلی داشته؟ دلیل دیگرش اینه مثلا من با حکومت آقای رجایی همکاری نمیکردم. خوشمزه است. حکومت رو رئیس جمهور دست میکند. این حکومت است که باید که با رئیس جمهور هماهنگ باشه، همکاری کنه. نخیر، اینها یک رئیس نخست وزیر رو تحمیل کردن، حالا این رئیس جمهور که باید با این حکومت خود رو تطبیق بده در چه کار؟ در تخریب اقتصاد ایران؟ در اون حرفایی که آقای رجایی میزد که ما اون پیروزی رو با این ارتش نمیخواهیم؟ یعنی رها کنیم این وطن، بگیم نکنه این ارتش پیروز بشه که بعد باید از ارتش شاه کده به ارسوان به انقلاب رسیده. حالی که این ارتش توی انقلاب توی این جنگ فرصت پیدا کرد، شد یک ارتش ملی محبوب این مردم. ساخت شاه هم ها تغییر داده، من هیچ خطر کودتا همیش وقت نداشت به خلاف اون یکی که کودتا در کنه. حالا خیلی خوب، حالا شما بس اینا که گفتن که از لحاظ قانونی هیچ به اصطلاح مبنایی حرف آقایان نداشت، در اون قانون اساسی نگفته بود. اگر ایشون از لحاظ نظری مخالف ولایت فقیه بود، و اگر این بود که من چند راست رئیس جمهور شدم، بعد که مخالف نشدم که، قبلا بودم دیگه، و دروغ بود. خب پس این آقای هاشمی رفسنجانی او رو از بحران نوشته، بقیه دلائل هم اون آقا خودش به دست داده. میگه آقا احمد آقا آمد گفت، آقا فرمودن، امام فرمودن زودتر کار بنیسد رو بسازید، تمام کنید. این چجور مجلسیست، این چجور رسیدگی به کفایت رئیس جمهوریست که دستور میشه از آقای رهبر میگه قانون اساسی؟ کجا این اختیار رو بهشون داده بود؟ اینا میشه باید کودتا همین آقا. کودتا عبارت از این است که شما روند عمومی یک دولت رو متوقف کنید، جانشین کنید او رو با در صورت و در معنا در کم و کیف به یک دولت دیگر. ایران هم انجام گرفته، اون دولت شده دولت ولایت فقیه استبدادی، سرکوبگر، ضد آزادی ها. تمام اون اصول قانون اساسی رو که حقوق انسان، حقوق مردم رو میشناخت نقض کرده و شده دولتی که تا امروز هم ادامه داره. بعد هم دم از بقیت مدره زده. قانون اساسی گفته بود ولی رهبر اختیارات مطلق دارد؟ نه، نظارت بود. اون آقای منتظری آن داستان داره چگونه ما ایشون رو قانع کردیم به نظارت. نظارت بود با این اختیار، اون همین اختیار هم تو اون مصوبه کمیسیون نبود. بعد در مجلس اون آقای حسن آید گفت که این شد شیر بیاد و دو اشکن، اونجا پیشنهاد کردن، اونجا مقاومت ها شد، به این صورت به دستیم رسید که همین نصف به این چند تا مقام بود. همین خب به چه معنا شما آقای رهبر بعدم روز 25 خرداد ایشون گفت 35 میلیون بگوید برای من میگرد؟ نه، روز یک تیر که امضا کرده حکم رو، یک تیر 60، باز هم گفته که من بشنوم در همین امروز که 36 میلیون، اونجا این دفعه میگه 36 میلیون گفت، 36 میلیون مردم دارن میگن مرگ بر خمینی، من این حکم رو امضا میکنم. خب شما در جامعه که اصل بر حاکمیت مردم بوده، طبق همون قانون اساسی شما چه کاره بوده که 36 میلیون بگوید بعد 25 میلیون بگوید بعد این شما میگیره؟ خواهی کدتا شاخدون داره نقض حاکمیت این ملت شد، به این دلیل کدتا بود. خیلی ممنون از توضیحات شما. یک سوالی که در این
30 سال گذشته مرتبا تکرار میشه، اینه که شما فرمانده کل قوا بودید و میگویند ارتش ایران در اختیار شما بوده، چرا شما کودتا نکردید آقای خمینی؟ عرض کنم به شما که اولا من با کودتا موافق نبودم، چون فرض کنیم که میکردیم موفق هم میشدیم. خب یه زور با زور فرق داره، نه تو ذهنیت عمومی چه این ذهنیت رو باید عوض کنم، زور با زور فرق نمی کنه. من هم کودتا میکردم باید سرکوب میکردم، چون اونا طرف مقابل که آقای خمینی که نمیگه به به چهشه خوب چون شما کودتا فرمودید ما هم حرفی نداریم، چون اختیار مملکت با شما با کنشتشو میدادن دیگه، اونا افراد مسلح داشتن، پس باید که یا جنگ وارد جنگ داخلی میشدیم یا یک سرکوب خیلی خونی که این مخالفت ها از نمیرد. بعد چه میشد؟ پس باید رژیم نگه داشت دیگه، امکار که اینا کرد هیچ فرق نمیگرد. اولا سالی هم خب نیرو از کجا می آوردیم؟ تهران کودتا می کردیم. اونها یک مورد دیگه که باید حالا این سوال شما من رو بیادو اندام، این که بخشی از افراد سپاه پاسداران که تو جمعها بودن بدون اطلاع فرمانده کل قوا آورده بودن به تهران. تو کارنامه همین عبور از بحران آقای هاشمی رفسنجانی مراجعه کنید میگه که من با آقای بهشتی رفتیم به دیدن اون کسانی که از جبه آورده بودن برای کودتای خودشون. اما ارتش در تهران دو تا گردان بیشتر نداشت. تو کرماشای که از افسرها گفت، گفتم خب الان فرض کنید ما بخواییم بکنیم، من همین دلایلی که برای شما گفتم برای اون هم گفتم و گفتم خب فرض کنیم بخواییم کودتا کنیم بچه جبه جمعی چکار کنیم؟ گفتم باید با صدام گفتگو بشه وقت که او در تمام مدتی که ما عملیات در تهران انجام میدیم دست از قشونش عملیاتی انجام نده. گفتیم خیلی خوب، حالا فرض کنیم که این کار ناممکن را هم ممکن فرض کنیم، چون غیر ممکن است که من به این امر رضا بدم. خب بعد چه کنیم؟ چقدر طول میکشه ما قوا به تهران برسونیم؟ معلوم شد اقلا یه ماه. اینا تمام از جبهه ها بیرون آورد با کامیون رو نمیدونم تانک هم که نفر بار اینا همه رو باید برد که اقلا دو تا لشکر باید برد تهران. گفتم خب پس این آقا یعنی ناممکن، چون کودتا دو ساعته شب دوازده شب دو صبح کارت گرفت گرفت نگرفت شکست خورده. کودتا اینجور نیست که شما از جبهه ها بردارید تلکه تلکه یارو با کامیون رو نمیدونم چیچی تانک برو سره پوش او را بندازی از این جاده و اون جاده به طرف مرکز کشور که ما میخوام کودتا کنم. ناشدنی بود به صلاح، امکان نداشت. به دردی در واقع اونم که من در اونجا پرسیدم برای همین بود که انگلت نمونه. من از الاسب با کودتا موافق نبودم، مردم ایران باید این شایستگی رو نشون میدادن و که توانان برای اینکه در دموکراسی زندگی کنن شهروند بشن. باید یه دوره تمام میشد که ایرانی یا رعیت شاه یا عوام کل انعام پیرو این آقایان است، شهروند بشه، صاحب اختیار خودش بشه، ولی ایجاب میکنه که سختی رو بپذیره. حالا اینا کودتا کردن، ما هم سر حرفمون ایستادیم، مبارزه رو ادامه دادیم، تجربه رو ادامه دادیم و امیدواریم که ایران بشود وطن شهروندان و جمهوری شهروندان برقرار بشود و میشود. ان شاء الله که خواهد شد. خیلی متشکرم از گفتگو با شما.